دیکتاتور کیست؟ در لغتنامه دهخدا دیکتاتور رو به معنی خودکامه و مستبد میدونه. اما به قول آلبر کامو که با وجود سادیسم جنسی کالیگولا این امپراتور خونریز و قصاب دیوانه روم دربارش میگه کالیگولا دیکتاتور نیست. دیکتاتور کسی است که ملت را فدای عقایدش یا جاه طلبیش میکند. و ما در اینجا میخواهیم 10 تا از دیکتاتورهای معاصر رو با اشاره به نکات جالب از زندگیشون، مثلا حکم اعدام برای استفاده از عینک آفتابی یا سفر برخی از اونها به ایران و امثال این رو به ترتیب تعداد کشتایی که بر اثر جاه طلبیشون بر جای گذاشتن از کمترین به بیشترین معرفی کنیم. دیکتاتور شماره 10، ایدی امین، رهبر اوگاندا طی سالهای 1971 تا 1979. این دیکتاتور رنگین پوست که جذابیت رفتارش بیش از میزان کشتارشه معتقد بود بابت حکومت بر مردم مأموریت الهی داره. او به شدت تاکید میکرد که میبایست از او با نام صاحب سعادت ابدی دکتر جنرال ایدی امین نام ببرن. او یک دکترای حقوق هم به خودش پیشکش کرده بود و بسیار اهل حکومت نظامی و اعدامهای خودسرانه بود و سرکوب مخالفان سیاسی و اقلیت‌های قومی را توی دستور کار خودش قرار داده بود. او در طی این 8 سال بیش از 700 هزار نفر از جمعیت اوگاندا را اعدام کرد. دیکتاتور شماره 9، یاکوبو گوون، رهبر نیجریه در سالهای 1966 تا 1975 که بیشتری نفت آفریقا در اون زمان در دست نیجریه بود. زمانی که اوژووکو قصد تجزیه و جدایی بیافرا رو داشت، گوون اونجا رو محاصره کرد و اجازه نداد هیچ گونه مواد غذایی به اونجا برسه. در این جنگ 100 هزار سرباز و در این محاصره 1 میلیون نفر از مردم از گشنگی مردن. دیکتاتور شماره 8، پورفیریو دیاز، در سالهای 1876 تا 1911 رئیس جمهور مکزیک بود. او باعث از بین رفتن اقتصاد مکزیک شد. وقتی برای بار دوم توی انتخابات پیروز شد، نارضایتی مردم باعث انقلاب مکزیک شد و در نتیجه در سال 1911 با استعفای او دولتش سقوط کرد. در جنگ‌های داخلی زمان او بیش از 1,300,000 نفر مکزیکی کشته شدند. دیکتاتور شماره 7، کیم ایل سونگ، اولین رهبر مادام العمر کره شمالی که حرفش خود قانون بود. او کاملا پارانوید بود و ترس زیادی داشت که ترور بشه. به همین دلیل افراد زیادی رو از بین برد و حتی اعدام‌های عمومی زیادی هم برگزار کرد. او با تصمیماتش در طی رهبریش از سال 1948 تا وقت مرگش در سال 1994 باعث مرگ 2.5 میلیون نفر از مردم شد. او سیستم سانگبون رو توی کره شمالی به وجود آورد که مردم کره شمالی رو به دو دسته خواستنی و غیر خواستنی تقسیم میکرد که خواستنی ها در نقطه مقابل غیر خواستنی ها صاحب امتیازات فراوانی از جمله برخورداری از تحصیلات رایگان، دارو و خوراک یارانه‌ای و شرایط ویژه جهت استخدام بودند. دیکتاتور شماره 6، پل پات، گاهی حتی عینک زدن ممکن بود به مرگ منجر بشه چون پل پات اونو یک نماد غربی میدونست. او که یک ماویست بود با کودتا تونسته ی سالهای 1975 و 1979 رهبری خمرهای سرخ توی کامبوج رو به دست بگیره. اون که برای توسعه کشور بنا داشت اقتصاد کشاورزی رو رشد بده، همه حتی معلم‌ها رو به مزارع برنج میفرستاد و همچنین معتقد بود مجرمین باید توی زمین کشاورزی کار کنن و اونقدر از اونا کار میکشید تا طرف میمرد. در واقع مجرمین یا از کار زیاد و مشقت بار می‌مردن یا از مریضی و گشنگی. تعداد افرادی رو که پل پات باعث مرگشون شد حدود 2.5 میلیون نفر از جمعیت 13 میلیونی کامبوج اون زمان می‌دونن، یعنی حدود 1/5 جمعیت کشور. دیکتاتور شماره 5، لئوپولد دوم، یک لیبرال اصلاح طلب در دولت پادشاهی بلژیک که در سالهای 1865 تا 1909 در کنگو حکمرانی میکرد و تحصیل مجانی رو برای مردمش به ارمغان آورده بود. او به بردهداری و تجارت اون علاقمند بود
و مردم رو مجبور میکرد آج فیل و شیره درخت کاوچو رو برای خزانه دولت جمع کنن. و هر کس از این کار سرباز میزد دستور میداد دستای اونا رو قطع میکردن. طبق آمار بین 3 تا 5 میلیون نفر کنگویی در زمان لئوپولد دوم دچار نقص عضو شدند و تا حدود 15 میلیون نفر هم جون خودشون رو از دست دادند. پارلمان بلژیک در سال 1908 مالکیت کنگو رو ازش گرفت و او که هرگز به خاطر رفتاراش و جنایتاش مجازات نشد در سال 1909 توی آفریقا درگذشت. دیکتاتور شماره 4 نیکولای چاوشسکو، دومین و آخرین رئیس جمهور جمهوری سوسیالیستی رومانی از 1965 تا دسامبر 1989 بود. پلیس مخفیش سکوریتاته به محض رسیدن او به قدرت مسئول نظارت گسترده و سرکوب شدید بود و رسانه و مطبوعات را به شدت کنترل و سانسور میکرد. چاوشسکو با سیاست‌های غلط خودش در دهه 1970 بدهی‌های خارجی سر به پلک کشیده را برای رومانی به بار آورد. او برای جبران بدهی‌ها دستور داد تولید کشاورزی و صنعتی کشور را صادر کنند. در نتیجه کمبودهایی به وجود آمد که منجر به سهمیه بندی سنگین غذا، آب، گرمایش، برق، دارو و غیره شد. سیاست‌ها و قوانین چاوشسکو برای افزایش جمعیت باعث افزایش بیشمار سقط جنین‌های ناایمن شد. در 26 آذر ماه 1368 زمانی که چاوشسکو توی ایران بود، یعنی در ساعت 10 صبح روز 17 دسامبر 1989، ارتش و سکوریتاته برای سرکوب اعتراضات شهر تیمیشوارا به تظاهرکننده‌ها حمله کردند و ده ها نفر رو کشتن. تظاهرات به بخارست کشیده شد و به انقلاب رومانی موسوم شد. بلافاصله بعد از بازگشت از ایران، زمانی که چاوشسکو در حال سخنرانی برای طرفدارانش که دستور داده بود جمعی از کارگران و کارمندان ادارات و صنایع دولتی رو برای این سخنرانی تبلیغاتی جمع کنن بود، از سمت جمعیت طرفدار به یک بار هو شد. در نتیجه چاوشسکو و زنش النا چاوشسکو با یه هلیکوپتر از پایتخت فرار کردند، ولی بعد ریزش نیروهای مسلح توسط ارتش دستگیر شدند که هر دوشون به اتهام خرابکاری اقتصادی و نسل کشی به مرگ محکوم و در 25 دسامبر فوراً تیربارون شدند. البته کشتن اونها آخرین اعدام توی رومانی قبل از لغو قانون اعدام در 7 ژانویه 1990 رومانی بود. دیکتاتور شماره 3 جوزف استالین. این دیکتاتور خشن روسی که بعد از لنین به قدرت رسید، تمام رقبا و مخالفینش رو دستگیر و زندانی و سپس به اعدام محکوم می‌کرد. او حتی کشاورزان و مخالفش رو دستگیر و اعدام کرد. بیش از 800 هزار نفر به دستور او به ضرب گلوله به قتل رسیدند. او به ویژه از اوکراینی ها نفرت بیشتری داشت و بیش از 10 میلیون نفر اوکراینی را به قتل رسوند. در طی سالهای 1924 تا 1953 موجب مرگ 14 میلیون نفر در اردوگاه های کار اجباری شد. او با 23 میلیون نفر کشته یکی از دیکتاتورهای نامدار در دوره تاریخ معاصره. استالین از اعضای 3 نفره کنفرانس تهران بود که در آذر 1322 خورشیدی به همراه روزولت و چرچیل به تهران پایتخت ایران اومد. دیکتاتور شماره 2 ماو زدونگ که سراسر زندگی و دوره حکومتش به تصمیمات انقلابی معروف بود. در سالهای 1946 تا 1976 رهبر چین بود. او در سالهای 1949 تا 1953 6 میلیون نفر را به اردوگاه کار اجباری فرستاد تا بمیرند. ماو که یک ایدئولوژیست بود، وقتی آفت زمینهای کشاورزی را وجود گنجشک‌ها دونست که به مزارع حمله می‌کنند، دستور داد در یک حرکت انقلابی ملت و دولت تمام گنجشک‌ها را از بین ببرند، که پس از اون بر اثر هجوم ملخ‌ها کشاورزی و تولید گندمشون افت شدیدی میکنه نزدیک 25% و به این روش زمینه مرگ 30 میلیون چینی رو بر اثر گرسنگی فراهم میکنه.
و 2 میلیون نفر از مردم معترض به سیاستهاش رو به دستور او توسط ارتش به رگبار بستن. زدونگ در تصمیم دیگه انقلابیش میگفت که چین باید بزرگترین تولید کننده فولاد جهان بشه و به مردم توصیه میکرد که حتی توی خونه هاشون تمام فلزات رو مثل فولاد ذوب کنند. در نتیجه با تولید زیاد فولاد ارزش فولاد پایین اومد و 20 میلیون چینی از گشنگی مردن. او به جوانا میگفت به جای اینکه درس بخونید به بهره دهی زمین های کشاورزی مشغول بشید و 7 میلیون نفر هم به این روش از گشنگی مردن. ماو زدونگ طاقت مخالفت نداشت و به عنوان مثال در مجلسی که خودش ترتیب داده بود و از دیگران خواست که به نظر او رأی بدن، 500 نفری رو که با نظر او موافق نبودن و اصطلاحاً رأی قرمز داده بودن، کامل سر به نیست کرد و پس از اون اطلاعاتی از اونا به دست نیامد. تعداد کشته های زمان زمامداری ماو رو به روایتی 14 میلیون و به روایت دیگه 78 میلیون نفر از جمعیت چین میدونن. اما شماره 1، آدولف هیتلر، متولد 20 آفریل 1889 اتریش. او رهبر حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان بود و در سال 1933 با انتخاب عنوان صدر اعظم آلمان به قدرت رسید. در سال 1934 بود که پیشوای آلمان شد و تا زمان مرگش در این کشور حکومت کرد. زندگی و مرگ هیتلر از جذابیت‌های بسیاری برخورداره، تا اونجایی که خیلی ها معتقدن خودکشی او یک برنامه ساختگی توسط خودش بود و پس از اون سالها تونست به زندگی خودش ادامه بده. نحوه کشتن مکانیکی و ماشینی او از نکات جذاب هست. او در سال 1941 قوانین را برای اصلاح ژنی به کار برد که در این راستا کلی افراد را که عقب ماندگی ذهنی یا معلولیت فیزیکی داشتند از بین برد. یکی از آمارهای کشته های او را بیش از 1.5 میلیون رومانیایی و 6 میلیون یهودی می دونند، چرا که او را آغازگر جنگ جهانی اول می دونند. درباره کوره آدم سوزی او که یهودیان رو زنده زنده به اون کوره ها می فرستاد، یا داستان زندان مخوف آشویتس، یا پروپاگاندا و سیستم تبلیغاتی گوبلز در حکومت او که بسیار بی نقص و مبتکرانه بود. همگی اینها از جذابیت های زندگی آدولف هیتلر هست که نیاز به توضیح جامع و مبسوط داره و رادیو تاریخ قصد داره در ویدیوهای آینده با شما به اشتراک بذاره. اگر علاقمند به دونستن زوایای خاص از زندگی دیکتاتورها و یا اشخاص خاص تاریخی هستین، اونو با ما به اشتراک بذارین تا بتونیم در ویدیوهای آینده درباره اونها شروع به تحقیق و پژوهش کنیم. با سپاس از شما که تا پایان ویدیو با ما رادیو تاریخ همراه بودین و امیدوارم که با لایک و کامنت ما رو در جهت بهتر کردن مطالب کمک کنین و حتی ایرادات ما رو بهمون یادآوری کنین. و با سابسکرایب کردن ما میتونید در اولین لحظه از آپلود ویدیوهای جدید ما با خبر بشید.